هستم خیلی رسمی صحبت کنم و میخوام خیلی عامیانه صحبت کنم. آقای دکتر خیلی سریع هم میرم سر هستم. آقای دکتر اینجا ما معترضیم، اغتشاشگر نیستیم. بحث معترضین و اغتشاشگران رو جدا کنیم، حد و مرز بینشون بذاریم. یک دانشجو مشکل داره، من مشکلاتی دارم که شاید هیچ وقت شما مشکلات منو درک نکردید، شما هیچ وقت به جای من زندگی نکردید. یک بار به جای من دانشجو زندگی کنید، همه منو برسونید. ما مشکلمون یه چیز دیگه است. من مشکل من کارمونید. این روسری روسر من سنگینی نمی کنه. به خدا چیزایی رو بدن من تمام بدنم میلرزه وقتی میبینم. وقتی میبینم مردم ایران منظورم من چی میبینم؟ آقای دکتر ما مگه ما زن و سهم نداشتیم در این انقلاب؟ مگه مادران ما سهم نداشتن؟ سهم ما کجاست؟ الان ما کجاییم؟ فقط به خاطر همین تاره مویم به من گیر بدن؟ گفتیم گشت ارشاد، میگیم آره درسته. ولی آقای دکتر یه قانونی باید باشه، یه چارچوبی باشه. مگه حضرت آقا نگفتن؟ مگه حاج قاسم سلیمانی نگفتن آقا ما هممون ملتیم؟ ما هممون دختر من دختر شما چه فرقی میکنه؟ هر کسی یه نقصی داره، هر کسی یک شیوهی داره. ما توی بحرانی توی شرایطی قرار گرفتیم که مسئولین خیلی راحت میتونستن یه عذرخواهی بکنن. خیلی سخته وقتی میبینیم مردم دارن جون میدن. من همون پلیس رو میگم که آتیش گرفت، مگه من ملت من نیست؟ هر کی اینا مردم منه. مشکل من حجاب نبود، اینا کشونه. آی دکتر قبل از اینی که اونا دامن بزنن شما حل کنید. به خدا یه اصخایی، اینقدر مردم ایران اینقدر شریف بودن، اینقدر شریف و نجیبن که خدا شاهده قبول میکردن و این نمیشد بردمون. حضرت آقا فرمودن جوانان ستون مملکتن، جوانایی که هیچ سهمی تو سیاست ندارن. کی قرار از این ستون استفاده بشه؟ در رأس کشور همه در سنین بالا. یک جوان نمیبینی دیدگاه جوان کجاست؟ دیدگاه جوان بررسی شده اصلا؟ گفتین ما چی میخواییم؟ به عنوان یک جوان، یک دانشجو، من اومدم به من ارشاد میکنم توی خوابگاه و به من میگن تو ترشی درست کن. یک دانشجو یه ارشد ترشی کن، ترشی درست کنم. من نمیگم کار بدیه، نه، ولی من 18 سال دست نخوندم که بیام ترشی درست کنم. مادرم تو خونه ترشی درست کنه. میگیم امنیت پنج محور داره: امنیت اقتصادی، امنیت نظامی، امنیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی. کدوم رو داریم رعایت میکنیم؟ واقعا تموم این ملت من فقط اقتصاد دیگه. ببینید واقعا دیگه داریم غرق میشیم. خط فقر کجاست؟ من اینقدر تو این کرسی ها هی گفتم مرغ کیلو 80,000 تومانی، که بچه های دانشگاه منو به مرغ 80 تومانی میشناسن. آی دکتر مرغ که همه چیزش تو ایرانه. کیلو 80,000 تومان یه سطح تخم مرغ بخرید 105,000 تومان. من نیومدم، من از بیژن نیستم. فقط یه چیز رو میخوام به نمایندگی کل اونایی که تریبون ندارن ازتون خواهش میکنم، مسئولین دانشگاه رو، بچه دانشگاه رو بفرستیم بذاریم به عهده خود دانشگاه. بذارین خود دانشگاه هر کنن. آقای دکتر شما مسائل مهمتری هم داریم. به خدا دانشجوها رو یه کمیته انضباطی داریم. انقدر دانشجوها از کمیته انضباطی میترسن که بارها وقتی میبینیم راهمونو کج میکنیم. ما میترسیم از کمیته انضباطی چون این راهو درست و دوست داریم. دانشجوها رو بفرستیم به دانشگاه. آقای دکتر مفسدین اقتصادی، عدالت اقتصادی، ثبات اقتصادی، دورویی بعضی از مسئولین، خواهشن اینا رو پیگیری کنید. من یک چیزی میگم که تمام. من شخصا اجازه پوشیدن یا نپوشیدن این روسری رو نمیخوام. من ایران رو دوست دارم. من میخوام در حد اندازه و فرهنگ قوی ایران زندگی کنم.